جنگ ستارگان دنیای شطرنج در دور چهارم مسابقه بزرگ سوپربت بخارست رومانی. در این دور شاهد دو بازی جذاب و هیجان انگیز بودیم که به زودی اونها رو با هم دیگه مرور خواهیم کرد. بازی اول بوگدان دانیل دیاک سفید، علیرضا فیروزشاه سیاه. همونطور که میدونی این دو بازیکن هر کدوم یه باخت و دو مساوی داشتن و وضعیتشون توی جدول خوب نیستش، پس شاید هر دو به دنبال برد هست. این بازی رو داک با حرکت پیاده وزیر آغاز میکنه. D4 علیرضا اسبش رو بیرون میاد، سفید هم اسبش رو بیرون میاره. D5 جنگ بر سر مرکز و دفاع اسلاف که علیرضا توی یکی دیگه از بازیاش هم بازی کرد. بعد از این حرکات سفید E3 رو بازی میکنه، فیل F5 گسترش مهره ها، از C3 E6 و اینجا یه ترتیب حرکات جالب از سمت سفید، حرکت فیل E2 رو بازی میکنه. شاید خیلی اینجا فیل D3 رو بازی کنن و پیشنهاد تعویض فیل ها رو بدن، اما سفید خب تدارکاتش فیل E2 بوده و اینجا سفید تهدید حرکت اسب 4 و گرفتن برتری دو فیل رو داره که شاید در آینده به نفعش باشه. به همین دلیل علیرضا اینجا H6 رو بازی میکنه و بعد از اون قله اسب به D7 و اینجا سفید فیل D3 میکنه. شاید به نظر بیاد که سفید توی شروع بازی یه تمپ رو از دست داده، اما شاید سفید از قصد این کار رو کرده که سیاه پیادش رو به H6 بیاره و من دقیق تئوری این لاین رو بلد نیستم، ولی شاید سفید ادعایی که داره اینه که این پیاده به اومدنش به H6 توی بعضی شاخه‌ها به نفع سفیده. من هیچ ایده‌ای ندارم واقعا. فیل در D3، وزیر در D3، فیل B4، گسترش ساده مهره، فیل D2 و حرکت عجیب و غریب فیل A5. به نظرتون دلیل این حرکت علیرضا فیروزشاه چه هستش؟ توی کامنت ها برای من بنویسید. خب این حرکت یه حرکت پیشگیرانه هستش و از ایده سفید جلوگیری میکنه. اگر سیاه حرکت عادی قلعه رو بازی میکرد، سفید با اسب در D5 تقریبا میشه گفت یه پیاده خیلی حیاتی رو میگرفت و این بازی رو میبرد، چون سیاه اگه D2 رو بزن، سفید حرکت بینابینی از طرف 6 رو میزنه و بازی رو میبره. اگر سیاه هم با اسب این پیاده رو بزنه، خب سفید میزنه و بعد از فیل در D2 سفید میتونه C6 رو بزنه و سفید حداقل یه پیاده جلو وضع خیلی خوبی داره. پس این اصلا به نفع سیاه نیستش. به همین دلیل علیرضا فیل A5 بازی میکنه. میتونست A5 رو هم بازی کنه، اما بعد از A3 شاید دوست نداشته فیلش رو اینجوری بده. گفتشون منطقیه. پس فیل A5، حالا سیاه سفید B4 بازی میکنه. بازم اگه بزنه از در D5 میخوره، پس میره توی خونه C7 و سیاه هیچ مشکلی نداره. حالا B5 برای سفید. از اینجا به بعد دیگه این لاین بازی نشده. از B6 ب در C6 که تقریبا یه قربانی پیاده هستشون، سیاه اینجا حرکت بینابینی د در C4 رو میزنه و سفید باید وزیرش رو برداره، وزیر C2، ب در C6 و اسب A4. سفید این کارو کرد که این پیاده ها ضعیف بشه و در نهایت بتونه برتری پوزیسیونی خوب رو بگیره. همونطور که میدونید داک تو بازی هم که به نپو باخت، اونجا هم قربانی پیاده داد و قربانی تفاوت داد ببخشیم و بعدش هم نتونست جبران خوبی براش پیدا کنه و بازی رو باخت. شاید علیرضا هم تو فکرش این بوده که من یه پیاده بزنم، حالا شاید این نتونست بازم جبران کنه. خلاصه قلعه رو خواسته 1، سفید به دنبال اینه که فشار رو ستون C بیاره، وزیر D5. سفید اگه بزنه به 6 رو سیاه میزنه و این اصلا خوب نیستش، هم پیاده های سیاه خوب میشه هم ستون آنیمه باز میشه برای سیاه، پس زدن این پیاده توی دستور کار سفید نیستش. فیل B4 رو خف، B8، خیلی دیگه همه چیز رو بررسی نمی کنیم. از B2، A5، فیل A3 و حرکت جالب C3. سفید خب میخواست از در C4 بزنه و به اون چیزی که میخواست برسه، ولی سیاه C3 میکنه. حالا اگه بزنه وزیر در آد و خیلی وضعیت جالب میشه، ولی به نظر من به نفع سیاه میاد. اگه رو خواهی کنه وزیر برمیگرد D5، هیچ مشکلی وجود نداره. به همین دلیل سفید نمیزنه، اسبشو میذاره D3. اینجا بازی طبیعیه، اسب میاد E4، از C5 حالا علامت خوبم نداره، اینا همش کشک. سیاه بالاخره پیاده رو پس میده و اینجا E5 میکنه. میتونست از C4 هم بازی کنه، شاید خب فکر کرده این وضعیت مساوی چیز خاصی براش نداره علیرضا و یکم جاه طلبانه تر بازی کرده. E5 رو بازی کرد و اینجا سفید خیلی خوب بازی کرد. E4 حرکت اول انجین ها رو بازی کرد. به ظاهر اصلا خوب نیست، چون وزیر در D4 پیاده میدیم، ولی حالا وزیر E2 و این وزیر سیاه واقعا مشکل داره و اسب سفید هم جای خیلی خوبی داره. سفید داره رخ D1 میکنه، جبران خیلی خوبی رو پیدا میکنه. علیرضا بازیکنی نیستش که توی وضعیت هایی که مثلا مهره جلو و حریفش تقریبا میشه گفت ابتکار و عمل رو داره خوب بازی کنه، به همین دلیل نمیزنه و وزیرش رو برمیگرده به خانه D8 اگر اشتباه نکنم، رخ F1 و اینجا تعویض صورت میگیره. فیل F4
وضعیت اینجا متعادله، شاید یکم به نفع سفید، ولی خب همونطور که میبینید علیرضا میره دنبال حمله و تعویض وزیرها رو انجام نمیده. رخ F1 دقیقا این حرکت رو من متوجه نشدم، ولی خب جلو رخ D8 رو گرفت، ولی میتونست G3 هم بازی کنه. اگه رخ D8 بازی کرد وزیرش رو بذاره A1، شاید خوشش نیومده از این لاین. خلاصه رخش رو گذاشت F1، رخ D8، وزیر C سفید، وزیر H5 میخواد مات کنه، G3 رو بازی کرد، فیلی 5، وزیر B3 اینجا اوکیه. میتونست وزیرش هم به E3 بذاره و شاید در آینده مثلا دنبال تعویض وزیرها بره. حالا میبینیم چرا در آینده این خیلی مهمه. مثلا اگه اینجا سیاه رخ دی میکرد، سفید میتونست وزیر E2 رو بازی کنه و وزیرها رو تعویض کنه. نکته خیلی مهم این وضعیت اینه که سفید از لحاظ پوزیسیونی یکم بهتره، ولی وزیر سیاه واقعا مهره خیلی نیرومندیه و اینجوری که البته نمیره، ولی خونه های سفید رنگ سفیدم ضعیفن و این باعث میشه که این وزیر نیرومندتر بشه. ولی خب سفید این کارو نمیکنه، وزیرشو میذاره به 3. از 3-8 حالا هم اسب میخواد زیر ضرب بود به جاهای بهتری بره، هم در آینده هم میخواد رخ به 8 بازی کنه. فیل 3-1 اینجا من بازم فکر میکنم که سفید بهتر بود، اینجا شاید بازم وزیری 3 بازی میکرد و دنبال این تعویض وزیرها میرفت. فیل 3-1 که بازی میکنه، رخ به 8 بازم وزیرشو نمیذاره ایسه و میره A4 و وزیرش اصلا دور میشه از جناح شاه و این وزیر سیاه قدرتمندتر میشه. یکی از ویژگی های مشخص بازی آناتولی کارپوف که یکی از قهرمانان شطرنج ها این بود که توی بازی پوزیسیونی تبحر خاصی داشت و یکی از مهارت های اصلی که داشت این بود که مهره خوب حریف رو شناسایی میکرد و حتما میرفت دنبال تعویض کردنش. اینجا مهره خوب سفید و سیاه وزیرشه و اگه این وزیر باقی بمونه واقعا برای سفید دردسر سازه و اینجا سیاه میاد با رخ D1 ازش استفاده کنه و این حرکت حالا بقیده انجین ها خیلی خوب نیست. شاید باید اول رخ B5 رو بازی میکرد و یکم در آینده به دنبال اسب B6 بود، ولی خب رخ D1 سوال های زیادی رو برای سفید مطرح میکنه و اگه دقت کنید سفید همین الان توی تنگ زمان، این بازیکن اصلا از اون بازیکن هایی که خیلی توی تنگ زمان میفته، هم توی مسابقه هم مسابقه های قبلیش، پس مشکل زیاد داره و اینجا هم توی 37 ثانیه چجوری میخوای این رو بهترین لاین رو پیدا کنیم. بهترین لاین برای سفید این بود که این رو بزنه که یکم ترسناک واقعیتش، چون سیاه حالا در میان حرکات زیادی که داره میتونه رخو بذاره B1 و سفید نمیتونه فیلشو برداره و سفید البته خیلی هم سخت نبود، ولی میگم زمانش کم بود که این رو حساب کنه که این که بعد البته چون که اینجوری از دست میده بازی رو، ولی مثلا اگه وزیر در 3-2 بزنه سفید میتونه 3-8 رو بزنه و بعدش اینجا کیش مساوی داره، چون اگه G6 کنه میزنه فیل G7 بازی کنه، سفید اولا میاد فیلیسه رو بازی میکنه، حالا تهدیدهای اصلی 6 رو هم داره و هنوزم بازی مساویه، ولی خب در هر صورت این بهترین لاین بود که شاید نتونسته همه اینها رو محاسبه کنه و به همین دلیل سفید اینجا اشتباه بزرگی رو مرتکب میشه و اینجا دیگه شاهش کاملا ضعیف هستش. بازم اینجا شاید علیرضا تحت تاثیر زمان سفید بهترین حرکت رو بازی نمیکنه، همینجا وزیر در اشتو میزد برتری خیلی خوبی میگرفت و بعدش هم تهدیدهای زیادی داره، ولی خب اسبشو میذاره B6 که بازم خوبه به نظر من، هنوزم سیاه برنده هستش. این سفید باید ببینید وزیرشو برمیگشت و میآورد توی این خونه های سفید رنگشو حمایت میکرد اینجا، ولی اصلا گوشش به این حرفا بدهکار نیست و میره پیاده رو میزنه. میگم تنگ زمانم است، حالا وزیر در اشتو، شاه ضعیف، وزیر دشمن شاه و همه کار میکنه دیگه. اسب میاد D3، وزیر کی شاه بالا، فیلش رو میذاره توی خونه D4 چون خب زیر ضرب بود، حالا سیاه تهدید رخ C8 رو هم داره، اسبش رو هم حمایت کرده و فیلم راه های شاه رو محدود میکنه. توی بازی سفید رخ D1 میکنه، وزیر کیش، شاه E1 و حالا رخ C8، وزیر باید تکون بخوره، وزیر B7 و وزیر میاد توی خونه F3 و اینجا سفید تسلیم شده. چرا تسلیم شده؟ خب سیاه مثلا ساده ترین کاری که میتونه بکنه این که رخشو بذاره E8 اینو بزنه، بعدش مثلا سفید چیکار کنه اگه فیل B2 هم بازی کنه، رخ E8 میبازه، نمیدونم چه حرکت دیگه وجود داره، اگه چیزی به ذهنتون میرسه میتونیم بنویسید. اینطور شد که علیرضا این بازی رو برد، شاید حریفش خیلی کمکش کرد، ولی خب خودش هم خوب بازی کرد، امکانات رو برای خودش نگه داشت، فهمید که حریفش توی تنگ زمان مشکل داره و میتونه استفاده کنه. مشکلات اصلی بازی سفید این بود که نرفت دنبال تعویض وزیرها و خیلی فکر کرد. وقتی شما توی بازی خیلی فکر کنی روی یه سری حرکات، برای حرکات حیاتی تر وقت نداری و این بازی اصلا قبل از اینکه زمان بهش اضافه بشه این بازی تموم شد برای سفید و الان علیرضا فیروزی 2 امتیازی شد. تازه همه چیز براش
به خونه اول برگشت و شاید در بازی‌های آینده امیدوار باشه که نتیجه بهتری بگیره. حالا بریم بازی دوم رو ببینیم. سه تا بازی دیگه مساوی شد. آقای مساوی ها یعنی آنیشگیری چهارمین مساویش رو هم گرفت و موفق شد که توی روند مساویاش باقی بمونه در برابر ماکسیم واشیلاگراف. آقای دینگلیرن هم که دنیا رو کلا متحول کرده و دنیای اطرافمون از اون روزی که ایشون قهرمان جهان شده همه چیز تغییر کرده و هیچ چیز دیگه در جای خودش نیست، دیگه فقط به دنبال مساوی گرفتن و اینکه نبازه، همه بازیاش میزنه مورا رو عوض میکنه و مساوی رو میگیره. این بازی هم در برابر یان کریستوف دودا مساوی کرد. بازی ریچارد راپورت و وسلی سو هم مساوی شد. اما بازی جذاب دیگر این دور بازی فابیانو کاروانا در برابر یان نپومینیاشی هستش. کاروانا این بازی رو با حرکت دیرچار آغاز میکنه. این دو هر دو یک برد دارن و دو مساوی در صدر جدولن و جاشون خوبه. نپو با دیروز میتونست که دینگ رو ببره، یه جاهایی احتمالا برد داشت ولی خوب بازی نکرد و شاید تحت تاثیر اون بازی بود و باز هم این بازی هم میبینید 3-4 اینجا دیگه نپو گامبی وزیر پذیرفته نشده رو بازی میکنه. از 3-3-5 شاخه تاراش که سیا میاد همه چیز رو ساده کنه و به یه تعادل برسه. معمولا خیلی از بازی ها اینجور دنبال میشه و سیا مثلا یکی از لاین هایی که خیلی به دنبال مساوی این لاینه، خیلی تو سطح بالا بازی میشه. اما خب این بازی کاروانا ایسه رو بازی میکنه، تنش رو نگه میداره، حالا میزنه پیاده ایزولی وزیر احتمال داره پیش بیاد که تو این بازی پیش اومد، ولی خب همونطور که میبینید اون نگاهی که به پیاده ایزولی وزیر در گذشته وجود داشت الان دیگه وجود نداره و سیا امکانات خوبی داره. معمولا فعالیت سوارهاش ضعف این پیاده رو جبران میکنه. فیلده هفت قله فیلده 6 همونطور که میبینید سیا الان نسبت به شاخهای دیگه فعالیت سوارهای خوبی داره، فضا و مرکز رو گرفته. اسپف 3 فیل ای 6 زیاد روی این حرکات شروع بازی باقی نمونی، میخواد پیاده د 5 رو تحت فشار قرار بده. سیا هم دفاع میکنه. بلس گسترش فیل بزنه دیگه میشه پیاده های تقریبا آویزان که اینجا دیگه زیاد خوب نیستش. سیا حالا بعدن اگه 3-5 کنه البته سفید برمیگرده د 3، اسپی 5 به دنبال تعویض هستش اگه بزنه که زده. فیل میاد اینجا، فیل ب 2. خب نپو اینجا حرکت رخ 3-8 رو بازی میکنه، اما اینجا من میخوام یه بازی فوق‌العاده رو بهتون نشون بدم ما بین هانس نیمان نابغه و آریان تاری. آریان تاری تو اون بازی قله میره، هانس یه حرکت پیشگیرانه خیلی خفنش سر رو بازی میکنه، رخ 3-8 رخ 3-1 تا اینجا همه چیز طبیعیه. وزیر A5 حمله به اسب، وزیر E1 به صورت هوشمندانه از اسب اشتفا میکنه و اینجا آریان تاری اشتباه رو مرتکب میشه و رخ D8 بازی میکنه، اشتباهی که خیلی طبیعیه، باید اینجا اسب B4 میکرد، همه چیز رو تعویض میکرد و بازی مساوی میشد، ولی رخ D8 میکنه و اینجا هانس یه سلسله حرکات فوق‌العاده رو بازی میکنه. F4 تهدید فیل، اگه بزنه خب بعد از فیل در 3-3 اوضاع خیلی خراب میشه و این وزیر رو فیل میتونن شاه سیاه رو مات کنن. پس بر میداره فیلش رو، فکر میکنم به خونه D6 گذاشت و حالا اسب B4 حرکت فوق‌العاده و بعد از وزیر در 1 از طرف 6-6 میزنه و رخ در 1 سفید برتری پوزیسیونی میگیره. ایناش خیلی عجیب و غریب نیست ولی بازی رو یه جوری ازش میبره لامصب، انگار استاک فیش داره بازی میکنه. لینک اون بازی رو زیر این ویدیو براتون میذارم، ببین توی لیچس ببین چی کار کرد. اصلا اشتباه نده، یه دونه بیدقتی ریس کرده تو اون بازی، عملکردش 98% بوده، همه یه طرحهای خفن استراتژیک رو اجرا میکنه، اصلا روح اسمیسلوف و کارپوف و فیشر و اینها رو زنده میکنه تو اون بازیش. جالبه که بدونید آریان تعریف کنم توی یه مسابقه رفته از بالکن اتاقش داد زده چیتر هانس، یعنی هانس متقلب، و نیمان هم وقتی این رو شنیده گفته این مگنس کارلسن رفته به این 300 یورو دستی داده که بیاد اینجوری آبروی منو ببره. و اینم توی کیسی که به دادگاه داده که علیه کارلسن و چست.کام و ناکامورای پرونده ای رو باز کرده آقای هانس نیمان که طلب خسارت کرده به مبلغ فکر کنم 1 میلیون دلار، گفته این آقای کارلسن رفته 300 یورو دستی داده به آریان تاری که من اینجوری ضایع کنه. خلاصه داستان ها هنوز ادامه داره و تو این بازی هم یاد و خاطره ایشون دوباره زنده شد. اما بریم بازی رو ببینیم و این بازی از این اتفاقات نیفتاد. نپو رخشو گذاشت 3-8 و رخ 3-1 قله. اینجا اگه اجسه میکرد شبیه اون میشد ولی ناکامورا، خب کاروانا اینقدر هم قوی نیست که اینجا اجسه رو بازی کنه، سریع F4 بازی میکنه، بلد نیست گول بزنه حریفاشو. میره 3-7 از E2 سفید
الان دیگه داره واقعا علیه این پیاده بازی میکنه. خونه مقابل، خونه جلوی پیاده ایزوله خیلی خونه مهمی هستش که بتونیم اسب رو به اونجا یا اسب یا فیل رو برسونیم. اینجا سفید اول فیل رو میاره که مهره خوب حریف رو عوض کنه. بازم ببینید مهره خوبش این فیلش بود، این رو اگه عوض کنه خونه های سیاه رو خیلی ضعیف میشه و این اتفاق هم افتاد. همینجا یکم باید احساس خطر میکرد نپو. البته وضعش اوکیه، معمولا پیش‌فرض بر اینه که این وضعیت ها قابل نگه داشتنه. اینجا هم همه چیز تقریبا متعادله و شاید اگه وزیر 3-3 میکرد یکم بهتر بود، شاید هم ترسیده وارد آن آخر بازی بشه. آ4 شاید جلوی B5 رو داره میگیره و یکم فضا میگیره توی جناح وزیر سفید. A5 جلوی پیشروی بیشتر سفید رو میگیره. وزیر دد و بازی متعادل، اینجا اتفاق خاصی نمیفته. یکم چوب تکون میدن همینجوری، چوب 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 از همه رنگه. بازی باید متعادل باشه و اینجا خب همونطور که میبینی جفتشون هم زیاد وقت صرف نمیکنن. نپو میگه بازی مساوی و کار خاصی نمیکنه، اما کاربانو برمیداره شاهش رو میاره و میگه به مساوی راضی نیستم و داره ادامه میده. این اسب B4 حالا شاید اگه بازی نمیکرد بهتر بود به نظر من، حالا همین وضعیت رو نگه میداشت، مثلا اسبشو میبرد توی خونه E8، ولی خب پیشو میده و حالا یکم وضعیت عوض میشه. اسب خوب در برابر فیل بده، ولی بازم بازی متعادله. تا کجا؟ بازم سیاه خب وزیرش خیلی فعاله، شاه سفید هم آنچنان ایمن نیستش، ولی سفید وزیرش رو برمیداره میره کیش. کامپیوترها میگن اول کیش اینجا بده، حالا اگه از ایدو بازی کنه میتونی به سر رو بزنی، پس نمیتونه. اگرم شاه گذاشت جلسه، حالا وزیر رو بذار D2، اینو اگه زد وزیر در ایسه بازی مساوی میشه، ولی خب نشون اینجا کیش میده و اسب میتونه حالا برگرده ایدو کیش رو بلاک کنه. اینجا سیاه یکم غیر فعال شد بازیش، همونطور که دیدیم بعد از این سلسله حرکات، و حالا به این پیاده E4 داره فشار میاره و پیاده B3 هم حمایت کرده. فیل D7، اسب برمیگرده D4، بالاخره انقدر تکون میده که یه اشتباهایی رو بازی کنه. F5ش هم ظاهرا خوب نیست، ولی همینجا دیگه کار سخت شده. شاید سیاه باید به دنبال طرحهای B5 باشه، اول مثلا شاهش رو بذاره G8 و در ادامه به دنبال طرحهای B5 باشه، که چون الان B5 بازی کنه میتونه بزنه وزیر C8 داره، شاه بذاره G8 شاید در آینده داشته باشه. خلاصه F5 بازی میکنه و یکم فیلش بدتر میشه. الان وزیر میره C7، خونه های سیاه رو ببین، اون فیل سیاه که تعویض میشه اینجوریه. وزیر D2 اسپید و این اسب همیشه میتونه شاه رو کاور کنه و الان سفید یه پیاده رو میگیره. خب چیکار میکرد؟ دفاعی هم نداره بنده خدا، اینو زد و الان دیگه واقعا کار سخته. واقعا کاروانه این بازی تمام تلاش خودش رو کرد، به مساوی رضایت نداد و داره ثمرش رو هم میبینه. پیاده دوم رو هم زد و اینجا دیگه سیاه کاملا بازنده هستش. یکم سخت تبدیل برتری چون امکاناتی داره، شاه سفید هنوز ضعیفه، ولی خب همونطور که میبینید وزیر برمیگرده، فیل برسه، وزیر میره D7، چون داشت پیاده F5 رو میزد، فیل برمیگرده، وزیر B5. زیاد اینجا ها رو دیگه نمیمونیم. سفید یکم فقط مشکلش اینه که شاهش و اسبش وضعیت خوبی رو ندارن، سیاه تنها امیدواریش اینه، ولی خب همونطور که میبینید کاروانا کم کم این قضیه رو حل میکنه. یه پیاده رو پس میده و اسبش رو میذاره اینجا. حالا میبینه شاه سیاه هم ضعیف شد، یعنی ترکیب وزیر و اسب از اون ترکیبای خیلی قدرتمنده توی شطرنج. وزیر و اسب معمولا از وزیر و فیل قوی تره و اتفاقی که میفته کاروانا شاهش رو اینجا ایمن میکنه و پیاده رو میده جلو. الان سیاه دو تا مشکل داره، یکی این پیاده است، یکی شاهش. بریم ببینیم چی میشه. وزیر 3-1 پیاده رو میزنه، حالا سفید میره برای شاه که اینجا البته با این کیش میگیره. اگرم شاهش رو میذاشت G8، سفید بازم میتونست کیش بده، B8 هم کیش داشت، ولی در نهایت فیل رو میگیره، چون اگرم پیاده رو نمیزد سیاه مثلا شاه E8 میکرد، اینجا سفید B6 میکرد و بازی برنده بود. بازی تکنیکی خوب از فابیانو کاروانا که تونست نپو رو ببره و با این امتیاز 2 مثبت شد، یعنی الان 3 امتیازی از 4 دار و خیلی امید خوبی داره برای قهرمانی توی این مسابقات و باید ببینیم در دورهای بعدی چی میشه. لطفا نظر خودتون رو راجع به این ویدیو برام بنویسین، اگه خوشتون اومده لایک رو بزنید و اگر هم تا حالا توی کانال من سابسکرایب نکردین دکمه سابسکرایب رو بزنید. امیدوارم روز و روزگار خوبی رو داشته باشین و از شطرنج و زندگی لذت ببرید.